جانیان قصر فیروزه، نوشته رویا حکاکیان، مترجم و گوینده آرش جودکی، تهیه شده در آموزشکده توانا. مقدمه. این کتاب یک کار خیالی نیست. شخصیت‌ها و رویدادها همگی واقعی‌اند. دستمایه آن از دل آرشیوهای ویدئویی، مصاحبه‌های رادیویی، تلویزیونی، تارنماهای شخصی، یادداشت‌ها و دفترچه‌های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است. همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش‌های دادگاه، یادداشت‌ها، یادنامه‌ها، سندهای پلیسی و مقاله‌های روزنامه و مجله‌ها دسترسی داشتم. افزون بر این، با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده، گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ‌ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش‌ها و رونوشت‌های واقعی بازسازی شدند. قسمت 11. هالیوود در حال ساخت فیلمی درباره کوروش است تا غربی‌ها بفهمند ما چطور توانستیم از یک پادشاه بزرگ در 2500 سال پیش برسیم به ملاهای امروز. هادی خرسندی. این یکی از بزرگترین ریشخندهای تاریخ دیپلماسی بود. تهران با خودستایی آنچه را اروپا می‌کوشید بپوشاند یا بپیراید جار می‌زد. در نوامبر 1992 رهبر نظام پاداش کشتن سلمان رشدی را دو برابر کرد. در دسامبر یک مخالف دیگر در استانبول روبوده و کشته شد. اندک زمانی بعد وزیر کشور در یک نشست رسانه‌ای اعلام کرد ناراضیانی که در تبعید کشته می‌شوند به سزای خود می‌رسند و به جز خودشان کس دیگری را نمی‌باید سرزنش کنند. با این حال چنین رویدادهایی نه سوداگران سرخوش اروپایی را از رفتن به نمایشگاه بازرگانی تهران در سال 1992 بازداشت و نه دولت مردان پرمدعای آنها را به چشم‌پوشی از برگزاری نشست دو روزه دیالوگ انتقادی با ایران در دسامبر همان سال در ادینبورگ. سپس در ژانویه دو مخالف دیگر هم کشته شدند، یکی در خودروی بمبگذاری شده در آنکارا و دیگری به ضرب گلوله در عراق. در ماه مارس برونو یوست دور سه نقطه دیگر بر روی نقشه جهان دایره قرمز کشید، دو نقطه در پاکستان و سومی در ایتالیا، هر کدام یک ترور جدید. در واشنگتن وزیر امور خارجه دولت نوپای کلینتون تهران را یک قانونگریز جهانی نامید، اما شور و شوق اروپا فروکش نکرد. در این بافتار یوست تنها بازپرسی بود که اپیدمی کشنده‌ای را که هموطنانش چشم بر آن بسته بودند پی می‌گرفت. در زمانی که صادرات اروپا به ایران به اوج تاریخی خود رسیده بود، هیچ گوشی برای شنیدن خبرهای تیر و تار دادستان پیدا نمی‌شد. انکار بر سلول شماره 404 زندان موابیت هم سایه افکنده بود. یوسف امین حرفای زیادی زده بود که می‌خواست پس بگیرد. با پخش شایعه همکاری او با پلیس، زندانیان دست به آزار او گشاده بودند.
تلفن‌هایی که به او می‌شد یا تهدید بودند یا از تهدیدهایی خبر می‌دادند که خانواده‌اش دریافت کرده بود. یوسف از چندین دوره زندان در لبنان جان به در برده و همچنین با زرنگی از دست ماموران پلیس مهاجرت در همه اروپا گریخته بود. برای نخستین بار در زندگیش خود را در بن‌بست و از همه سو زیر فشار می‌دید. بازجویانش پس از 20 جلسه بازجویی ناپدید شده بودند. مارس 1993 خود یوسف خواستار دیدار با آنها شد و وعده داد که چیزهای تازه‌ای فاش خواهد کرد. این بار هم اعتراف‌ها همچون بار پیش در چند بخش انجام گرفت. من اینجا هم تا به شما بگویم که هر چی تا به حال گفتم همه‌اش دروغ بوده. حقیقت رو گذاشتم در دادگاه بگویم و فقط در دادگاه. یوسف به شنوندگانش چنین گفت و آنها را از این چرخش ناگهانی در گفتار و رفتارش غافلگیر کرد. هنگامی که یوسف پرسید چرا تا این اندازه غم‌زده می‌نماید، گله‌گذاری‌های یوسف آغاز شد. می‌خوام بدانم چرا پلیس خانواده مرا به لبنان فرستاده. یوسف و کمیسر فون تریک هر کدام به نوبت توضیح دادند که هر چه در توانشان بوده برای پشتیبانی از خانواده‌اش انجام دادند و سرانجام بستگان او به خواست خودشان تصمیم به بازگشت گرفتند. با این همه هیچ کدام نتوانستند یوسف را که درماندگی‌اش پس از هر کوشش آنها بیشتر می‌شد آرام کنند. من از شما خواستم که به خانواده‌ام آپارتمانی بدهید. 6 تا آدم توی یک اتاق در هم چپیده بودن و پلیس شما مثل سگ آنها را میپایید. کردها و ایرانی‌ها بسشان نبود، باید از پلیس شما هم میترسیدند. به این دلیل برگشتن لبنان. اگر تنها اشاره‌ای کرده بودید، بستگان من الان اینجا زندگی خوبی داشتند. به من گفتن برایم نامه نویسند اما ننوشتند. من از هیچ کس خبر ندارم، نه از شما نه از آنها، هیچ کس. اگر مرده بودم آدم‌های بیشتری سر قبرم میآمدند. به سفارت لبنان نامه نوشتم و از سفیر خواستم که بیاید اینجا به دیدنم. هیچ وکیلم هم نیومده. میگوید چیزهایی را که شما برایش فرستادید میخواند و وقت ندارد. موقعیت دشوار یوسف را خوشباوری‌های پیشینش غم‌انگیزتر هم می‌ساخت. پیش از کشتار او حرف دوستانش را باور کرده بود که می‌گفتند اگر گیر هم بیفتند ایران به سرعت برای آزادیشان پادرمیانی خواهد کرد. پس از دستگیری با اطمینان به کارایی چرب زبانیش امیدوار بود که با گفتن حقیقت بتواند با یوسف ساخت و پاخت کند. اما 6 ماه زندان درس تلخی از نرمش ناپذیری قانون آلمان، کاستی قدرت اربابانش و ناکارایی چرب زبانیش به او آموخت. این کاریست که شما با من کردید. این را گفت و ژستی به خود گرفت که تون‌نویس آن را نگاشت. یادداشت در پرونده. زندانی مچ دست راستش را در مفصل آرنج چپش گذاشت و ساعدش را روی آن خم کرد. به گمان مترجم این حرکتی زننده است، اما فراخور حرفایی که رد و بدل می شد به این معنی بود که به زندانی سخت می گذرد. تمام شد. شما بدترین کاری را که از دستتان برمی آمد انجام دادید. اما من حالا به شما می گویم. هر حرفی که تا حالا زدم اشتباه بوده. دارید می نویسید؟ دروغ. من حقیقت را برای دادگاه و قاضی نگه می دارم. سرم دارد از درد می ترکد. یادداشت در پرونده. کمیسر زندانی را برای نوشیدن آب تا دستشویی همراهی کرد. در بازگشت زندانی از حرف زدن سر باز زد و به بهانه ناهمسانی گویش‌های عربی‌شان مترجم دیگری درخواست کرد. یوسف جلسه را به زمان دیگری انداخت. یوسف مترجم را با انگشت نشان داد و فریاد کشید: این برای پلیس کار می‌کند، می‌دانم، خوک کثیف. یادداشت در پرونده. ناسزاهای دیگر زندانی در رونوشت صورت جلسه قلم خوردند. یوسف پس از انکار اعتراف‌های گذشته کوشید تا گفته‌هایش را درباره دوستانی که لو داده بود بازنگری کند. یک چیز دیگر، این را توی کاغذهایتان بنویسید. آنچه پیش آمده ربطی به دارابی ندارد. او از هیچ چیز خبر نداشت. دارابی مرد خوبی است و هیچ کار بدی نمی‌کند. خودم هم عضو حزب الله نیستم. یوسف او را به چالش کشید. آقای امین، شما خودتان گفتید که در لبنان به حزب الله پیوسته اید. من هرگز نگفتم که با آنها سر و کار داشتم. شمایید که میخواهید هی مرا به زور به حزب الله بچسبانید. کمیسر رونوشت سخنان شاهدانی چند را برای او خواند که از وابستگی یوسف به این گروه و از سفرهای او و دوستش رحیل به ایران برای آموزش نظامی گفته بودند. خب که چه؟ یوسف به تندی پاسخ داد. گفتند که گفتند. من هم حرف خودم را میزنم. همین است که میگویم. من هیچ کاری با حزب الله ندارم. من هیچ آموزشی ندیدم. من حتی مدرسه هم نرفتم. شما فکر میکنید من کیم؟ من کسی نیستم. هیچ کس. میخواهید چیزی امضا کنم؟ باشد، میکنم. میخواهید بگویم خمینی ام؟ باشد. کاغذهایتان را امضا میکنم و هر چی بگویید میکنم. من چیزی نمیخوام. تنها آرامش و آسایش میخوام. همین. نه این، نه شما. نمیبینید که من بیمارم؟ به من نگاه کنید. درخواست دادم که مرا به درمانگاه ببرند، اما هیچ کس هیچ کاری نمیکند. ایران، هی بگویید ایران. من لبنانی ام. کاری هم با ایران ندارم. هیچ کار. پس چرا در دفترچه آدرستان شماره تلفن کنسولگری ایران در برلین را دارید؟
شاید کسی این شماره را به من داده به این امید که آدمی در آنجا برایم کاری بکند. مگر چنین شماره‌ای در دفترچه من هست؟ شماره‌اش درست است؟ شما خودتان زنگ زده اید ببینید شماره تلفن کنسولگری است؟ زنگ بزنید تا بفهمید. یوست درنگی کرد و به جای پافشاری بر این موضوع از یوسف پرسید آیا تهدید شده است؟ پلیس مرا تهدید کرده. من چیزهایی را که می‌خواهم بگویم به قاضی خواهم گفت. من مسلمانم. از تهدید نمی‌ترسم. من تنها از خدا می‌ترسم. آقای امین، فقط برای اینکه مطمئن شوم میپرسم، آیا شما به روشنی میفهمید وقتی که ما از فشار یا تهدید حرف میزنیم به چه چیزی اشاره میکنیم؟ شاید خانوادهتان در لبنان تهدید شده باشند. یوسف با خشم سخن او را برید. اینجوری با من حرف نزنید. یادداشت در پرونده. هنگام نگارش دو پرسش آخر متهم خواست که پرسش درباره تهدید خانوادهش از رونوشت پاک شود. با رد درخواستش از صندلی‌اش پرید و با صدای بلند گریست. گفت که این پرسش نمیتواند و نباید در صورت جلسه بیاید و رو به همه کسانی که در اتاق بودند التماس کرد. من آدمم و شما دارید همه چیز من را از بین میبرید. من هرگز پسرم را نخواهم دید. از زمانی که به دنیا آمده هنوز او را ندیدم. اگر همین کارها را بکنید هیچ وقت نمیبینمش. یوسف بار دیگر از هر گفتگویی با بازجویان سر باز زد. پایان همکاریش همزمان شد با پایان بازپرسی. ماه مارس یوست پیشنویس دادخواست را به دست دادستان کل فدرال سپرد. 6 ماه پس از آنکه الکساندر فونشتال او را بر سر این کار گمارده بود، دادستان با نتیجه گیری هایش باز آمد. پیوست های دادخواست به تنهایی 187 کلاسور که همه کتابخانه یوست را پر کرده بودند، نشان از پژوهش بیکم و کاسی داشتند که در 2 قاره انجام گرفته بود. این پیوست‌ها یافته‌های نادری را در بر می‌گرفتند. پرونده‌های پلیس از سال 1980 به این سو، نامه‌های فراوانی از سفارت و بخش‌های کنسولگری ایران در پشتیبانی از داراوی درباره موضوع‌های گوناگون و گزارش‌هایی از اداره‌های رسیدگی به کارهای پناهندگان در سراسر اروپا، 68 گواه و 18 پژوهشگر و کارشناس. دادستان کل فدرال به سرعت وزارت دادگستری را آگاه ساخت. به همان صورت دستور رسید که دادستان کل فدرال تا زمانی که وزارت دادگستری رابطه آن وزارتخانه با نخست وزیری و وزارت امور خارجه آن را تایید نکنند نبایستی دادخواست را نه امضا کند و نه انتشار دهد. برای دادستان کل فدرال فرمانبری از وزیر دادگستری منطقی بود، اما تن دادن به نخست وزیری و وزارت امور خارجه استقلال اداره او را زیر پا می‌گذاشت. تنها کسی که میتوانست دامنه بازرسی‌های برونو یوست را محدود کند دادستان کل فدرال بود، اما برخلاف آنچه کسان بسیاری با خواندن در ناصیه او بر پایه وابستگی حزبیش پیشگویی می‌کردند، الکساندر فونشتال محافظه‌کار به گونه‌ای شگفت‌انگیز سرشت خود را نمایاند. هرچند حزب او به سود بازرگانی آلمان چشم از انتقاد ایران می‌پوشید، اما فونشتال برتری هیچ سودایی را بر قانون نپذیرفت. او جانانه پشت یوست و کارمندانش ایستاد. برای فونشتال پیش از هر چیز حفظ امنیت مردمان اهمیت داشت. پیامدهای سیاسیش هرچه میخواست باشد نمیتوانست بگذارد که هنگام سکانداری او خیابانهای کشورش زمین بازی و اوباش گردد، چه قربانیان آلمانی باشند چه نباشند. یوست دادخواستش را که جمع‌بندی هوشمندانه یافته‌هایش بود چنین آغاز میکرد: من یوسف امین، کاظم دارابی و عباس رحیل را متهم می کنم که با هم در 17 سپتامبر 1992 با انگیزه های نکوهیده در برلین به نفرت‌آمیزترین کار یعنی کشتن 4 انسان دست زدند. این دادخواست به پاس جمله‌ای که هیچ کس در تمام قاره پروای گفتن آن را نداشت تاریخ ساز بود. کاظم دارابی این کشتار را به دستور وزارت اطلاعات ایران سازماندهی کرده است. ایران، این نام ممنوع سرانجام به زبان آمده بود. فونشتال از دستورهای وزارت دادگستری هرچند نامنطقی و حتی فراقانونی پیروی کرد و نسخه های دادخواست را به 3 دفتر فرستاد. نامیدن ایران با خاص قدرتمندترین چهره ها در حزب او همچون وزیر امور خارجه و معاون وزیر دادگستری ناسازگار بود. متهم کردن رژیم ایران به کشتار نه تنها به تهران، به بن پشتیبان ایران در غرب هم ضربه می‌زد. آوریل رسید، بی پاسخی از وزارتخانه‌ها. دادستان کل فدرال به ناخواست دندان بر جگر فشرد.
ایستاده زیر تابش لامپ مهتابی اتاق معاینه، پرویز گاهی دخترش سالومه را میبوسید و گاهی دستهایش را نوازش میکرد. سالومه در جامعه بیمارستانی نحیفتر هم به چشم میآمد. پرویز به جای آن دختر 12 ساله در صدای رقص پیشگی که از او خواسته بودند تا بازگشت دکتر بی حرکت بماند، بیتابی میکرد. دوبار بیهوش شدن و سردرگمی پزشکان داخلی و کودکان پدر و دختر را وادار کرده بود که پیش متخصص قلب بیایند. دختر از 2 قش رنج می برد و پدر از بار سنگین احساس گناه بر دوش. از فردای کشتار پرویز کوشیده بود دخترش را از پیامدهای آن دور نگه دارد. هر 3 شنبه روز دیدار هفتگیشان پیش از آن که دنبال او برود در آپارتمانش می گشت و همه نشانه های این رخداد را پنهان می کرد. عکس‌ها، نامه‌ها، پیام‌های تلفنی، بریده‌های روزنامه. اما هرچه بیشتر پنهان می‌کرد، سالومه هم بیشتر می‌خواست بداند. بابا جان، چطوری اتفاق افتاد؟ چند نفر بودن؟ کسی هم تو را زد؟ آمدن، شلیک کردن، رفتن. چیزی برای من پیش نیامد. هیچ. این را می‌گفت به این امید که به چیز دیگری بپردازند. اما دختر پرسش‌هایش را پی می‌گرفت. خون روی تو هم پاشید؟ جیغ کشیدی؟ گریه کردی؟ بعدش گریه نکردی؟ ترسیده بودی؟ الان می ترسی؟ عمق کنجکاویش او را شگفت زده می کرد. پرویز یک بار از جا در رفت. بس کن. و دختر دست از پرسیدن کشید، اما پرویز می دانست که آن فکرها دست از سر سالومه نکشیدند. رویای رقصنده شدن اشتهای سالومه را کور کرده بود و پرویز نقشه های پیچیده‌ای برای غذا خوراندن به او می کشید. به جای پختن شام، پیش غذاهای گوناگونی را که پسند آدمی خوش خوراک بیفتند، با فاصله های یک نواخت به بالرین کشیده قامتش پیشنهاد می کرد. در آپارتمان کوچک و مرتبی که موسیقی فضای آن را می انباشت، پدر به هر ساز دخترش می رخصید و از مربی کوچک رخصیدن می آموخت. هر چند گوش موسیقیایی نداشت و حرکتهایش به گونه یأس‌آوری ناهماهنگ بودند، اما پرویز اجراهایی فراموش ناشدنی می آفرید. کمبود استعدادش را با شیرینکاری جبران می کرد. هنگامی که گامهای رقص را به یاد نمی آورد، دست به لودگی می زد. لنگ لنگان با چشمهای لوچ به تماشاگرانی خیالی روزخوش می گفت، اما نه با گوتن تاگ آلمانی. با آمیزه فارسی آلمانی مندرآوردیش گوز به تاگ، هیچ چیز به اندازه اندکی هرزگویی برای پیوند میان پدری پاره وقت و فرزندی نه هنوز بالغ کارساز نیست. آنچه در نمیافت این بود که شادی هرچند فراوان نمیتوانست جای امنیتی را بگیرد که دخترش دیگر در کنار او احساس نمیکرد. به خیال پرویز نمیرسید که دخترش روزهای خود را در مدرسه با همکلاسی هایی که با او همچون موضوعی هیجانی رفتار می کنند چگونه می گذراند. در میان آنچه از پرویز می پرسید، تنها پاره ایشان از آن خود او بودند. پرسش های دیگر را بچه هایی از او می کردند که با ریشخند پدرش را ابرقهرمان خبرهای شب می نامیدند. هنگامی که برای نخستین بار سالومه از حال رفت، پرویز آن را به پای گرسنگی گذاشت. اما پس از اینکه با شکم پر هم قش کرد، بیماری دخترش که هیچ کس هنوز علت آن را تشخیص نداده بود، بهانه ای شد تا پرویز خودش و زندگی ناسازش را نکوهش کند. او کوشیده بود دخترش را از جهان تیره خود دور نگه دارد تا مبادا جانیان و یا اندیشیدن به آنها خوشبختی کودکی را از او بگیرند. اما حال چنین می نمود که فضای توهی که پیرامون سالومه آفریده بود راه هوا را بر او بسته باشد.
برخلاف سالومه، سارا نمی‌خواست هیچ چیز بداند. در ماه نوامبر از شهره پرسیده بود که پدرش به درستی کجاست و آیا درد می‌کشد. ماه دسامبر پرسیده بود آیا می‌تواند برای پدرش هدیه کریسمس بخرد و آنها را تا زمانی که باز می‌گردد زیر درخت کاج بگذارد. در ماه فوریه از شهره پرسیده بود آیا در اندیشه ازدواج با مرد دیگری است و اگر آری، آیا آن مرد به خانه آنها اسباب کشی می‌کند. با فرارسیدن ماه مارس دیگر چیزی نپرسید. اگر نام میکونوس را از رادیو میشنید با شتاب آن را خاموش میکرد. اگر چهره یکی از بستگان یا دوستانشان را در تلویزیون باز میشناخت از اتاق بیرون میرفت. پدر و مادر شهره برای زمان کوتاهی پیش دخترشان آمدند تا تحمل نبود نوری را اندکی بر سارا و مادرش هموار سازند. بودنشان به شهره نیرو میبخشید، حتی اگر زبانش به گفتن آن نمیچرخید. واژه کم میآورد، آنچه زیاد داشت عشق بود. پدر و مادرش هنگام صبحانه چشم از او بر نمی گرفتند، در این امید بیهوده که شاید جمله ساده‌ای همچون خوب خوابیدید بر زبان بیاورد. حسهایش را از دست داده بود. کم پیش می آمد که احساس گرسنگی کند. طعم چند لقمه ای را که به ناچار روبروی آنها به دهان می برد تا خیالشان را از اشتهای خودش آسوده کند به دشواری می چشید. پدر و مادرش کارمند دولت و خانه‌دار آرام و پیش‌بینی پذیر زیسته بودند. آسایش زندگی آنها به شهره دل داده بود تا در برابرشان بشورد. به اروپا آمده بود با این دلگرمی که هرچه پیش آید همیشه میتواند به خانه بازگردد و آنها را همیشه خواهد داشت. با خود میاندیشید آیا برای سارا هم بهتر نمی بود اگر پدر و مادری معمولی داشت که همه عمر کنارش میماندند تا پدر و مادری هنجارگریز که تنها برای زمان کوتاهی در کنار او باشند. تمام روز این فکرها را در ذهنش گدازان از خشم زیر و رو میکرد. زیر لب با خود میگفت لعنت به هنجار گریزیش و ذره ذره نبوغش. نوری او را حالا از کوره به در می برد. اگر به من بچسبید، بیگمان مشهور خواهید شد. شایستگیش را دارید. به یاد آورد که شب آشناییشان به او چنین نویدی داده بود. مرگ او می بایست راه رسیدن به شهرت باشد؟ شهره در سر خود فریاد می کشید. نوری باز رهایشان کرده بود. همچون دوران بارداری و زایمانش زمانی که او در کردستان پنهان شده بود. جداییشان را که به یاد می آورد خشمگین‌تر می شد و از خود می پرسید آیا آن جدایی هشداری نبود تا او خود را برای تنها بزرگ کردن کودکشان آماده سازد؟ بخردی در فکرهایش نبود. شهره دیگر نمی پنداشت که نبود نوری ناخواسته باشد. او دوباره آنها را واگذاشته بود. این فکر با بازبینی فیلم‌های قدیمی خانوادگی به سرش افتاد. سراسر یک شب را به تماشای آنها گذراند و تنها یک بار نوری را دید. آن هم تنها چند ثانیه. قدم زنان همراه او در کنار زمین دو میدانی هنگام نخستین مسابقه سارا. انگار شوهرش آینده آنها را پیشاپیش قلم زده باشد. همه به دستور نوری می جنبیدند، ژست می گرفتند و می خندیدند. اما او، کارگردانشان، ناپیدا بود. دید او اکران را می انباشت، اما خودش دیده نمی شد. درست همچون حالا جلیقه ورزشی چنجیبهش بر چوب لباسی و چاقوی سوئیسیش روی شومینه بود. بونسایهایش بر تاخچه می پژمردند. تخت نرد دستساز خودش با مهره هایی که از مرمر تراشیده بود بر روی اصلی که خودش ساخته بود. راهنماهای تلویزیون در قفسه مجله ها از نشانه گذاری های او دور برنامه هایی که سارا می توانست در هفته ببیند سیاه بودند. شب که سرانجام به بستر می رفتند بر تخت هایی می خفتند که او ساخته بود. صبح که برمیخواستند بر چسب شیشه های مربایی که بر روی نان های برشتهشان میمالیدند به خط او بود. او همه جا بود و هیچ جا نبود.
برای شهره و پرویز یک چای یا شام هر ازگاهی همان اندازه دردناک بود که حیاتی. تا می آمدند بنشینند و گپ بزنند، سارا و سالومه همبازی های قدیمی دوان دوان پی بازی می رفتند. دخترها از افسون، معجون، جاروی پرنده و جادوگر محبوبشان بیبی بلوکسبرگ حرف می زدند و به سبک او سبز می پوشیدند. موهای سیاهشان را پشت سر با سنجاق جمع می کردند و با روبان قرمزی می بستند. کاست صوتی یکی از ماجراهای بیبی بلوکسبرگ را می گذاشتند و قصه را تا آنجا که می شد در محدوده اتاق خواب بازی می کردند. سارا از این هم پا فراتر می گذاشت و اگر مادرش نمی دید بدون کفش و با جاروی در دست به خیابان می دوید. او از زیستن زندگی که خیال می کرد پروا نداشت، اما سالومه تردید می کرد. پیشتر زندگی دو کودک آنچنان همسان بود که می شد یکی را به جای دیگری گذاشت، اما اکنون از دست دادن یکی را از دیگری به روشنی جدا ساخته بود. در همان زمان شهره و پرویز از چیزی که می گداختشان می گفتند. چه کسی آن شب خبرچینی کرده بود؟ اندک زمانی به مهدی شک کرده بودند، تا اینکه پزشکی قانونی از خودگذشتگی مهدی را تایید کرد. شکل و جای زخم‌های نوری نشان می‌داد که هنگام تیراندازی از خط آتش دور برده شده است. مهدی چنین کرده بود. به همین دلیل تا زمانی که آمبولانس رسیده بود، نوری نفس می‌کشید. به دو تنی هم که سرزده هنگام شام رسیده بودند فکر کردند، اما این شک هم پایه‌ای نداشت، چون نشستنشان پشت میز مهمانان به درخواست عزیز انجام گرفته بود. حتی به کردهای کشته هم اندیشیدند، به ویژه به آن دستیار دکتر که کمتر حرف می زد. آیا خبرچین در میان مرده ها بود؟ صحبتشان بالا می گرفت و لیوانی چای از پی لیوانی دیگر می نوشیدند، اما معما ناگشوده می ماند. ماه مه فرا می رسید بی هیچ خبری از وزارتخانه ها. دادستان کل فدرال دیگر شکیب نمی آورد. هنگامی که دلیل این دیرکرد را پرسید به او گفتند که پیشنویس هایی که فرستاده گم شده اند. از شنیدن واژه گم شدن بهت زده شد. رونوشت های تازه ای از دادخواست را به وزارتخانه ها فرستاد و چشم به راه ماند. چند روز دیگر بدون پاسخ گذشت. آشکار بود که با این دیرکردها می‌کوشند آنقدر پرونده را به عقب بیاندازند تا از یاد همگان برود. از روز انتشار مقاله بیلد، بهتان‌هایی که به دفتر دادستان کل فدرال می‌بستند رو به فزونی گذاشته بود. گزارشی که نوربرت و همکارش آماده کرده بودند از برنامه سراسری کنتراست پخش شد. مجری 70 ساله با حلقه باریک موی سفید به دور سر تاس براقش برنامه را با وعده شکستن سکوت پرونده میکونوس آغازیده بود. آماج انتقادهای کنتراست دادستان کل فدرال بود. این گزارش‌ها که منش و درستکاریش را نشانه گرفته بودند، فونشتال را براشفتند. همراه با یوست به چاره ای اندیشیدند تا از بنبستی که در آن گرفتار شدند بیرون بیایند. با توجه به مدت زمان بازداشت متهمان، یوست راهکار هوشمندانه‌ای یافت تا دادخواست را هرچه زودتر به دادسرای عالی جنایی برلین بفرستند و تاریخی برای دادرسی درخواست کنند. هر گونه دیرکرد بیشتری از سوی دادستان کل فدرال زیر پا گذاشتن حقوق زندانیان خواهد بود. طبق قانون میبایستی یا زمان دادگاه را تعیین میکردند و یا متهمان را آزاد میساختند. تماس دوباره فونشتال با وزارتخانه ها این بار اما اولتیماتومی بود در لفافه یک بخشنامه قانونی. باز هم پاسخی نرسید. بنابراین 17 ماه مه دادخواست را امضا کرد و آن را به کامرگریخت، دادسرای عالی ایالتی برلین فرستاد. او هرگز با یک چرخش قلم این همه دشمن برای خودش نتراشیده بود. یک ماه بعد دادسرا درخواست دادستان کل فدرال را پذیرفت و قاضی فریتیوف کوپش
رئیس شعبه یک پرونده‌های امنیت ملی را برگزید تا با دستیاری 4 دادرس دیگر دادگاه را که تاریخش به زودی اعلام می‌شد سرپرستی کند. گزینش بیشترین شمار قاضیان برای دادرسی آشکارا نشانگر این بود که دادسرا اهمیت پرونده را دریافته است. برونو یوست برای دیدار با قاضیان و تصمیم گیری درباره زمانبندی و پروتکل دادرسی به برلین پرواز کرد. قرار بر این شد که دادگاه پنجشنبه و جمعه هر هفته برگزار شود. همچنین دو قاضی یدکی برای پوشش نبود هر یک از دادرسان اصلی و دو گروه مترجم برای کمک به گواهان فارسی زبان و عرب زبان با دادگاه همکاری خواهند داشت. بیشترین زمان این نشست به بررسی دادخواست گذشت بیان که به اهمیت تاریخی آن اشاره ای شود. این نخستین بار بود که پس از جنگ جهانی دوم دادگاهی آلمانی به بررسی جنایت‌های یک دولت بیگانه می پرداخت. یوست دلگرم از ارجی که دادرسان به والایی کارش نهادند با آسودگی بازگشت. هیچ یک درستی پیشگزارده‌هایش را زیر سوال نبرده بودند. فاصله محترمانه‌ای که نمودار رابطه دادستان با دادگاه و به ویژه با قاضی کوبش گردید همانجا استوار شد. در کارلسروهه با شنیدن خبر نزدیک بودن برگزاری دادگاه کارمندان دفتر مرکزی دادستان کل فدرال هلهله شادی سر دادند. بخش بزرگی از این پیروزی وامدار پایمردی الکساندر فونشتال بود که با انتشار دادخواست بسیاری از سوگندهای وفاداری را شکسته بود. از همه سو او را زیر فشار گذاشتند. یک تیراندازی کم اهمیت در یک محله دورافتاده آلمان بدل به یک رسوایی ملی شده بود که تا ماه ژوئیه هنگامی که وزیر دادگستری از او خواست کنارگیری کند رهایش نمی کرد. تنها 2 ماه پس از امضایش در پای دادخواست، الکساندر فونشتال ناگزیر شد از مقامش کناره بگیرد و از پیشرفت حرفه‌ای پرنویدش در دستگاه دولتی چشم بپوشد. پس از چند سال، در دوران دولتی آرامتر و آسانگیر، نوربرت به رویدادهای بهار 1993 بازندیشید. با گذشت زمان، پیمان شکنی پرویز، حکمتی می نمود که سالها پیش خشمگین تر از آن بود که بتواند بپذیرد و آشکار شد دادستان کل فدرال که او و دیگران به مانع تراشی در راه حقیقت متهمش کرده بودند در چنبره قدرت‌های بزرگتر گرفتار بوده است. نوربرت نوشت با دستگیری 2 همدست لبنانی در سپتامبر 1992 و کاظم دارابی هماهنگ کننده ایرانی کشدار در آغاز اکتبر بازپرسان می توانستند هر گونه کشخیالی درباره پکاکا یا گروه های اپوزیسیون رقیب را از میان بردارند. با این حال، دادستان فدرال از انتشار هر بیانیه‌ای که اعلام کند تهران به مظنون اصلی بدل شده است خودداری کرد و از افشای هر گونه اطلاعاتی که به این موضوع اشاره کند سر باز زد. حتی 8 ماه بعد، هنگامی که نشانه‌های فراوانی در دست بود که به روشنی ایران را متهم می‌ساختند، سخنگوی اداره دادستان کل فدرال در یک مصاحبه رادیویی گفت: من تنها می‌توانم بر پایه داده‌ها و یافته‌ها بحث کنم و نه بر پایه خیال پردازی. ما هنوز بر این گمانیم که پکاکا یا اپوزیسیون می‌توانند در این رویداد دست داشته باشند. تا ماه مه 1993 دادستان فدرال به طور رسمی موضع‌گیری دیگری نکرد، اما 11 ماه مه 1993 در پی اطلاعات نادرستی که یکی از اعضای اپوزیسیون ایرانی با انتشار آنها در نشریه بیلت بر سر زبانها انداخت، دادستان کل فدرال ناچار شد واکنش نشان دهد. داده‌هایی که آگاهانه سرهمبندی شده بودند کار خودشان را کردند. در بیانیه‌ای که همان روز انتشار یافت، پس از ماه‌ها دادستان فدرال از خاستگاه واقعی سلاح‌ها پرده برداشت. 1 هفته پس از آن دادخواست را صادر کرد. این میان آشکار گشت که دادستان فدرال هم می‌بایستی خود را از زیر فشار کسانی که قدرت خودشان را بر او اعمال می‌کردند رها سازد. سرانجام حکم فرمایی طولانی سکوت به پایان رسید.
قسمت 12. خمینی که فهمید سلمان رشدی میتواند با جراحی پلاستیک تغییر چهره بدهد دستور داد هر کسی را که شبیه رشدی نیست بکشید. هادی خرسندی. دادستان فدرال در ماه می 1993 ایران را به کشتار متهم کرد. اما پیشتر مجله فوکوس در نخستین شماره ژانویه‌اش همون اتهام ها را پیش کشیده بود. از دادستان کل فدرال نمیشد شکایت کرد ولی مجله آسیب پذیر بود. سفارت ایران در بن از مجله فوکوس و خبرنگارش یوزف هوفلشولته به جرم افترا شکایت کرد و خواستار 500 هزار مارک تاوان شد. اگرچه شکایت را دادگاه نخستین رد کرد، سفارت اما با دادخواست واخواهی بازگشت. روزنامه‌نگار برای دومین بار ناچار به دفاع از نوشته‌اش در برابر قاضی شد. همچون هر خبرنگار خوبی از فاش کردن منبع خود سر باز زد و پذیرفت مدرکش را در دادگاه دربسته به آگاهی قاضی برساند. مدرک چکیده نهایی بررسی‌های کمیسیون فدرال درباره میکونوس بود. کمی پس از آغاز پژوهش‌های دادستان فدرال، کمیسیونی در برگیرنده نمایندگانی چند از پارلمان و سازمان‌های درگیر در پرونده برای پاییدن کار یوست و سنجیدن نتیجه‌گیری‌هایش گمارده شد. این کمیسیون یک گروه نظارت بود که خیلی زود برپا شد تا پیامدهای زیانبار پرونده‌ای با بار سیاسی چنینگران را ناچیز سازد. پس از چندین هفته کمیسیون میکونوس کارش را در چکیده‌ای جمع‌بندی کرد که در یک سطر خلاصه شدنی بود. دستور کشتار رستوران میکونوس را بلندپایه‌ترین مقام‌های رژیم ایران دادند. از آنجا که نتیجه‌گیری کمیسیون همچون دادخواست از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شده بود، یکی از اعضای سرخورده کمیسیون رونوشتی از آن را به هوفلشولته داد. روزنامه‌نگار هم رونوشت را در اختیار قاضی گذاشت که پس از بررسی آن به او اجازه بازگشت به خانه‌اش را داد. شکایت رد شد. سفارتخانه اما کوتاه نیامد. با پافشاری بر بیگناهیش خبرنگار را دعوت کرد تا چند ساعتی را با سفیر و کارمندان در بن بگذراند. سفارت همچنین روادیدی برای بازدید ایران به هوفلشولته پیشنهاد داد اما او تنها تا بن سفر کرد. این پذیرایی بر بیزاریش از دولت مردانی که به سختی متهم کرده بود افزود. پیش از شکایت و دیدار در بن، اگر پرونده میکونوس تنها کنجکاوی هوفلشولته را برانگیخته بود، پس از این دیدار اما خود را یکسره به آن سپرد. پس ناگزیر به سوی پرویز کشیده شد. هوفلشولته به امید یافتن عکسی یا مدرکی در خور چاپ به دیدار پرویز رفت. خبرنگار در دفتر کار پرویز پس از نشستن روی کاناپه دو نفره که زیر بلندای قامت او کوچکتر به چشم می‌آمد پرسید: به فرض اختصاصی بودن هر عکس چند؟ اگر نمیدانید باید بگویم من تاجر نیستم. من دنبال پول نیستم. اطلاعات میخواهم. پرویز به گونه ای نامعمول سرراست پاسخ داد. خبرنگار کمی درنگ کرد تا چیزهایی را که میتوانست پیشنهاد کند سبک سنگین کند. سپس گفت: یک خبرچین آن شب در رستوران بوده است. این را که میدانید. پرویز سری جنباند اما با شنیدن این سخن قلبش به تپش افتاد. روزنامه نگار گفت: چیزهایی در این باره میدانم. و سرسری پرسید: آیا ارزش یک عکس نادیده را دارد؟ پرویز که می‌کوشید همچون همصحبتش خونسرد بنماید گفت: اگر اطلاعات درستی باشد بیش از یک عکس می‌ارزد. هوفلشولته با گفتن اینکه منبع خبر در کمیسیون میکونوس بوده است پرویز را رام کرد و سپس توضیح داد که یکی از یافته‌های کلیدی کمیسیون زمانبندی شب رخداد است که بر پایه اعترافهای یکی از زندانیان تنظیم شده و خبر از حضور جاسوسی در رستوران می‌دهد. ساعت 21 تلفن آپارتمان گروه ترور یک زنگ می‌خورد. چند ثانیه بعد یک تک زنگ دیگر که نشانه آغاز عملیات بوده است. ساعت 21:30 جانیان از راه می‌رسند اما یورش نمی‌برند چون مطمئن هستند که نفوذیشان در رستوران قربانیان را تا زمانی که می‌بایست در آنجا نگه خواهد داشت تا ساعت 22:45 دقیقه. شنیدن بازگویی رخداد از دهان هوفلشولته نفس پرویز را در سینه حبس کرد. چشمش به صورت پهن و ابروهای پرپشت و کمانی خبرنگار بود اما لحظه های پیش از یورش جانیان را میزیست. در همامیختگی بوی گوشت چرب برخواسته از میز با بوی سیگار در هوا، لطافت جام باده در یک دست، آستر آهار زده جیب شلوار پوشش دست دیگرش، سایه روشن پراکنده پیرامون آنها از لرزش پرتو شمع‌ها، آوای روبه خاموشی یک گفتگو، سپس چند ثانیه بعد بیداری در یک چشمانداز حسی دیگر، صدای ناله ها و چکچک آبگونه‌ای، فشار فرش زمختی بر روی گونه، پخش بوی ناهمسانی در هوا، این پیش و پس همیشه آماده فراخوانده شدن که مرگ را در کمانک می‌گذاشتند، در جان او نمردنی بودند. روزنامه نگار سخنش را پی گرفت و به موقعش خبرچین به آنها علامت می‌دهد که بیایند.
پرویز اعتراض کرد: نه، هیچ کس به کسی علامت نداد. ما همگی نشسته بودیم و تمام مدت حرف می‌زدیم. هیچ کس از سر میز جم نخورد. شما اشتباه می‌کنید. یکی آن شب بیشک جابجا شده. هیچ کس، من به شما میگویم هر چی شنیدید اشتباه است. خودم را میبینم که آنجا نشستم. همگی در تمام مدت پشت میز نشسته بودیم. شما همگی؟ خبرنگار پرسید: میزبانتان هم؟ صاحب رستوران؟ پرویز به نشانه رد دستش را در هوا تاب داد. این چه حرفی است؟ عزیز، مگر نمیدونید که او هم تیر خورده؟ آن بیچاره از همه ما بیشتر آسیب دیده. اما پلیس به او مظنون است. پرویز در صندلی‌اش به عقب رفت و ناگهان ساکت شد. هوفل شولته که شوک را در چهره پرویز خواند، پرسید: آیا به هوای تازه نیاز ندارد؟ اما پرویز صدای او را نشنید. جای دیگری بود، پشت میز شام در آن شب سپتامبر. پرسشی که در سرش می پیچید و می پیچید آخرین پرسشی بود که آن شب شنیده بود. تصویری که تا آن زمان از یاد خود زدوده بود بر او آوار شد. تصویر عزیز ننشسته کنار آنها، تکه کرده به لبه میز مجاور، نیمخیز، اشاره کنان به دکتر، انگار برای نشان کردنش. پرسان نه برای دانستن پاسخ او، گویی برای نمایاندنش. دکتر جان، باز هم آبجو می خواهید؟ پرسش عزیز به پایان نرسیده بود که تیراندازی آغاز شد. پرویز که خونسردیش را بازیافت، روزنامه‌نگار دانسته‌هایش را ریز به ریز برای او باز گفت. به ویژه ناسازگاری‌های گفته‌های عزیز به پلیس را. عزیز گواهی داده بود که از رستوران بیرون نرفته، اما شاهدی او را قدم زنان چند دقیقه پیش از رسیدن آدمکشان در پیاده رو دیده بود. پرویز در هواداری عزیز برای دفاع از اعتمادش که نخنما میشد گفت: آه، این شاهد کی هست؟ یکی از دشمنان عزیز شاید چنین اتهامی به او زده. شما نمیدانید ما ایرانی ها میتوانیم وحشتناک با هم بیرحم باشیم. نه، آلمانی است، یکی از همسایه ها که هیچ سودی این وسط ندارد. آن شب پرویز که به بستر میخزید میدانست که خواب به چشمانش نخواهد آمد. شبی دیگر را در آغوش همدم وفادارش بیخوابی خواهد گذراند. مردی چنان پریشیده آرمیدن نمی آرست. هر آنچه را که تاکنون به پای چلفتگی های بخشودنی یک آدم گول نوشته بود دوباره می بایست ارزیابی کند. شهره که به بیمار پرسی رفته بود، عزیز به چشمهایش ننگریسته بود. آن بعد از ظهر که بازدید کنندگانش روایت خود را از رخداد بازگو می کردند، عزیز بیتاب شد. پرویز باز به سردرگمی خودش درباره تاریخ شبنشینی اندیشید. نخستین پیام را روی پیغامگیر عزیز گذاشته بود که دعوتی بود به شام برای جمعه شب. پس از آن تلفن نوری در بعد از ظهر پنجشنبه. اگر خبرچین آن شب عزیز بوده، آیا نکوشیده بود تا با جابجایی تاریخ دیدار، صحنه‌ای کوچک و اداره کردنی برای جانیان فراهم بیاورد؟ میکونوس هرگز رستوران شلوغی نبود، اما آن شب از همیشه هم خلوت‌تر و سوت و کورتر بود. آشپز بیمار بود و پرویز به یاد می آورد که عزیز با تکان دادن سر به نشانه افسوس مشتریان را جواب می کرد. آیا آشپز به راستی بیمار شده بود؟ عزیز نفوذی، این فکر تمام شب او را پژمرانید. آنچه او را می سوزاند نه خیانت عزیز به او، که خیانتش به نوری بود. آیا عزیز شکست زناشوییش را به پای تأثیر رهایی بخش نوری می نوشت؟ صدای عزیز در گوشش می پیچید: او مولای من است. تصویر عزیز را با بازوان حلقه کرده به دور نوری پیوسته به یاد می آورد. عزیز نوری را با چنان شوری در آغوش می فشرد که گویی نوری بت ارجمندی باشد که می پرستد. پرویز که چیزهای بسیاری را در عزیز بر نمی تافت، به ویژه بوی زننده الکل در بازدمش را، چنان او را سرسپرده نوری می دید که نوری را درباره دوستیش با صاحب رستورانی که می دانست او را دلغک می نامد بازخواست نکرده بود. چرا هیچ کدامشان هرگز از خود نپرسیده بودند که یک پناهنده بی پول چگونه توانسته بود ملک سوداوری همچون یک رستوران را درست یک سال پیش از کشتار بخرد؟ پرویز می اندیشید و می جوشید. آیا جاسوس به مولای خود خیانت ورزیده بود؟ در تمام طول شب موج رازگشایی ها در حافظه‌اش لپر می زد. حالا بگو ببینم چه کسی دلغک بود؟ در گورستان مرکزی برلین دست گلها کمتر و سوگواران کمتر بودند. یک سال گذشته بود. شهره همچنان سیاه پوش پهلو به پهلوی پرویز و مهدی به سوی گور نوری می رفت. سارا را به مدرسه فرستاده بودند. مراسم آرامتر بود، اما نه کمتر غمبار.
اندوه اوریان دیگر نبود، اما وقاری که به جایش نشسته بود به چشم خبرنگارانی که در گوشه گرد آمده بودند و مراسم را ضبط می کردند غم‌انگیزتر نمی آمد. شهره که بر سر خاک رسید ناگهان سایه هولاور را دورتر دید. قلبش در سینه فشرده شد. به سوی پرویز چرخید و به نجوا گفت: دارد میاد این طرف. کی؟ پرویز پرسید و در جهتی که چشمان شهره به آنجا خیره بود نگریست. عزیز نزدیک می شد. بیوه برافروخته پچ‌پچ‌کنان گفت: خائن، حرامزاده، بگذارید برسد، با چنگ و دندان تکه تکهش می کنم. پرویز به او سفارش کرد: تو نمی توانی چه این کاری بکنی، به خودت مسلط باش، کارها را بسپار به من. عزیز جمعیت را دور زد تا کنار شهره جا بگیرد. زمزمه ها خوابید. جمعیت به خاموشی چمنهای زیر پاهایشان بودند، به بی جنبشی درختانی که آنها را در میان گرفته بودند. هیچ کس نمی خواست شنیدن صدای مردی را که در یک سال گذشته بس کم حرف زده بود از دست بدهد. عزیز با حالتی خجالت زده به شهره سلام کرد. شهره سلامش را به تلخی پاسخ داد و روی برگرداند. پرویز پادرمیانی کرد و گفت: سرحال به نظر می آیی عزیز؟ عزیز پاسخ داد: ای، من دیگر هیچ وقت 100% خوب نمی شوم. اما چه می شود کرد؟ نفسی می آید. و برای چند تن دیگر سر تکان داد. داشت می رفت که پرویز زیر بازویش را گرفت و زیر گوشش گفت: عزیز، به ما تا پیش از رفتن حرف بزنیم. از چه؟ خودت می دانی. عزیز پیش از گم شدن میان جمعیت پذیرفت: باشد، می مانم. شهره پرسید که پرویز چه می خواهد بکند؟ من تنها می خواهم از او بپرسم آیا این کار را کرده یا نه. همین. ما باید به او این فرصت را بدهیم که او هم حرف خودش را بزند. اما پس از انجام سخنرانی ها و خواندن شعرها و سردادن آوازهای سودازده، پرویز و شهره که چشم گرداندند دیدند عزیز رفته. دو هفته بعد دمدمهای سحر تلفن آپارتمان پرویز زنگ خورد. در گیجی مستی عزیز شماره پرویز را گرفته بود. چند لحظه ای طول کشید تا پرویز به خود بیاید و بگوید: در گورستان از تو خواستم که بمانی، اما تو رفتی. از خلال هقهق گریه یا سکسکه مستی پرویز نتوانست بفهمد کدام صدای عزیز را شنید. نه، نماندم. چه کارم داشتی؟ یعنی نمیدانی؟ تنها صدای سکسکه از آن سو به گوش می رسید. پرویز از جا در رفت. 4 مرد کشته شدند عزیز و مردم می گویند که تو باعث آن شده ای. می گویند تو برای رژیم کار می کنی. عزیز پاسخ داد: تاریخ نشان خواهد داد که من بیگناهم. تاریخ؟ کدام تاریخ؟ تاریخ یعنی این، همین گفتگوی بین من و تو. تو خجالت نمی کشی؟ عزیز نالید: من هیچ کار بدی نکردم. توضیح بده. نیازی نمی بینم چیزی را توضیح بدم. دیگر اینجا زنگ نزن، مگر اینکه آمادگی پاسخگویی به من را داشته باشی، زمانی که بتوانی بیگناهیت را ثابت کنی، هر جور که تو بخوایی. عزیز سکسکه‌ای کرد و گوشی را گذاشت. عزیزان، به پایان این قسمت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی www.tavana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید.